مشخص شدن دلیل این موضوع که چرا شهاب چلتی که یاسو دیس کرد و بازیگر شدنش توی یه فیلم جدید با جکی چان یا اولفا و صحبت‌های ریحان پارسا در مورد این موضوع که پدر و مادرش کتکش می‌زدن و اگه ایران میموند ممکن بود پدرش مثل بابک خرمدین تیکه تیکش کنه و لیموهاشو بباره و همچنین دیسترک پوتک به پویان و صحبت‌های دوباره پویان مختاری در مورد پوریا پوتک. کسی که دم از شعور و فرهنگ و هنر و در واقع آزادی بیان و رپر بودن می‌زنه، من که اصلا یه آدم رو نمیشناسم. به جون مادرم تا الان نه موزیکی از این آدم شنیدم، نه اصلا میدونم کارش چیه، شغلش چیه. هی برای من میفرستادم، ولی خواستم نشون بدم که ببین اینترنت دیگه، تو هم میتونی به همونجوری که تو میتونی فحش بدی، طرف مقابل هم میتونه راحت فحش بده و هیچ اصلا کار سختی نیست. خب خیلی هم راحته. سلام به یکی دیگه از ویدیوهای کانال پارس فکت خوش اومدید. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. خب قبل از پرداختن به موضوعهای دیگه بهتر بریم سراغ شهاب چلتی که همونطور که توی ویدیوهای قبلی توضیح دادیم شهاب چلتی که بعد از 2 سال یهو اومد و یاسو دیس کرد. خب کاملا مشخص بود که میخواد جلب توجه بکنه که این کارو هم به خوبی انجام داد. و اما بعدش ما منتظر بودیم که یه آهنگ یا آلبومی چیزی منتشر شه و خلاصه مشخص بود که میخواد یه کاری بکنه. و اما تنها یه روز بعد از منتشر کردن اون ویدیوی سمی اومد و یه تیزر گذاشت که مشخص شد توی یه فیلم بازی کرده. بله خدا به داده اون سینما برسه که شهاب چلتی که بخواد بازیگرش شه. این دهن سرویسا با عوامل فیلم نشستن دور هم و گفتن چیکار کنیم که یه تبلیغات خفن برای ما بشه. بعد شهاب چلتی که گفته که من 2 سال پیش یه ماجرایی با یاس داشتم، دوباره بهش گیر میدم و اینجوری حسابی تبلیغ میشه برامون. خلاصه شهاب چلتی که وارد سینما شد که امیدواریم با جکی چانم یه بازی داشته باشه تا حساب کار دستش بیاد. و اما از اون طرف هم ریحان پارسا که بعد از اینکه پیج اصلیش بسته شد یه پیج دیگه زد و دیگه هرچی تلاش کرد و لیمو انداخت بیرون و هندونه انداخت بیرون، ولی دیگه هیچکی بهش توجه نکرد. ریحانه به تازگی توی پیجش گفته که از پدر و مادرش خوشش نمیاد و برای همین فرار کرده و اگه ایران میموند ممکن بود که پدرش مثل بابک خرمدین تکه تکش کنه. ریحانه میگه که هنوز یادمه چطور پدرم منو میزد. البته شایدم ریحانه توی ایران رفتار درستی نداشت که پدرش بهش گیر میداده، اما باز نمیشه قضاوت کرد. خلاصه این روزا ریحانه حال روز خوبی نداره و داره تلاش میکنه که دوباره جنجال درست کنه و باید همین روزا منتظره یه ماجرای جدید بود. و اما از اون طرفم پویان مختاری با پوتک یه درگیری وحشتناک داشت که توی ویدیوی قبلی بهش پرداختیم. پویان بعد از اینکه دید پوتک در موردش حرف زده اومد و فحشو کشید بهش و گفت که اصلا من پوتکو نمیشناسم، چرا هی میاد در مورد من صحبت میکنه. و اما بعد از این ماجرا دوباره اومد و گفت من وایسا رو پاک کردم به چند دلیل. یکی اینکه اصلا یه سری از مسائل ارزششو نداره که بخوایم انرژی منفیشو به طرف انتقال بدیم، ولی خواستم نشون بدم که ببین اینترنت دیگه، تو هم میتونی به همونجوری که تو میتونی فحش بدی، طرف مقابل هم میتونه راحت فحش بده و هیچ اصلا کار سختی نیست. خب خیلی هم راحته، خیلی هم میتونه بهت انرژی بد بده، ولی کسی که دم از شعور و فرهنگ و هنر و در واقع آزادی بیان و رپر بودن میزنه، من که اصلا یه آدم رو نمیشناسم. به جون مادرم تا الان نه موزیکی از این آدم شنیدم، نه اصلا میدونم کارش چیه، شغلش چیه. هی برای من میفرستادم، گفتم او یعنی چی، میفهمی اصلا واسه چی؟ ولی کسی که دم از این چیزا میزنه خودش رو یه آدم در واقع حالا هنرمند یا آرتیست میدونه، باید اینو بدونه که در واقع هر کسی هر کاری دوست داشته باشه میتونه بکنه، در صورتی که آسیب به بقیه نزنه. توی کل دنیا همه آدم ها همه آرتیست ها
عرض به خدمت شما که اون 6ix9ine، اون لیل پامپ، خیلی های دیگه، حتی ورزشکارا، فلوید و مک‌گریگور، همه در واقع هم فانای خودشونو دارن توی اینستا، هم مسخره بازی خودشونو دارن، هم موزیکشونو کار میکنن، هم ورزششونو میکنن، همه رو با هم دارن. چون اصلا این بازی، بازی مدیاست. یعنی تو اگر یه چیز باحال توی پیجت نداشته باشی، خب پیجت میاد پایین، میدونی؟ باید باحال باشه، باید مردم باید حال کنن. وقتی تو بتونی احترام قائل بشی، ارزش قائل بشی برای کاری که طرف داره انجام میده و به تو ربطی نداره، اون موقع است که میتونی اسم خودتو بذاری هنرمند یا آرتیست یا هر چیزی. وقتی میای بی احترامی میکنی، بی ادبی میکنی، خب چه انتظاری هست از بقیه، از بقیه مردم؟ خب همین میشه دیگه، میشه چیزش میشه همین کامنت ها، همین اتفاقات بعد، همین عرض به خدمت شما که عقده ها، کمبودایی که توی پستا، زیر پستا و توی جامعه داریم میبینیم دیگه. ما وقتی که خودمون به این درک نرسیدیم که هنوز هر کسی هر کاری دوست داره میتونه بکنه و به ما مربوط نیست، چجوری میخوایم اینو به بقیه بگیم، بفهمونیم، یاد بدیم؟ خودمون هنوز اینو نمیدونیم. میدونی چی میگم؟ اصلا طرف حساب من، طرف حرف من این آدم نیست، این آدمی که دیشب راجبش اسمش رو آوردم یا هر چیزی. کلی دارم میگم و هر کسی که یه انرژی بدی به یه شخصی یا یه اشخاصی منتقل کنه، عرض به خدمت شما که همونو دریافت میکنه. دیر یا زود داره، ولی سوخت و سوز نداره. بزرگای این کار، آدمایی که میفهمن، میدونن من چی کار کردم و اصلا رپ ایران مدیون منه. اینو بعدن بچه هاتون توی تاریخ میخونن، اینو متوجه خواهید شد. من اومدم و در واقع فولک رپ رو به وجود آوردم توی ایران، کار ارزشمندی کردم. اینا رو نیاز نیست خودم بخوام بگم و اینا رو هنوز خیلی ها درک نمی کنن، نمی فهمن و فکر می کنن که خیلی کار راحتیه. اگه راحت بود بقیه هم میکردن، هزاران نفر بعد از من اومدن این کارو بکنن، نتونستن. بله، خلاصه هنوز پوتک واکنشی نشون نداده، ولی اگه همین جوری پیش بریم، به زودی شاهد دیس پوتک به پویان مختاری خواهیم بود، چرا که قبلا هم پوتک میلاد حاتمی رو دیس کرده بود و نشون داده به وقتش خوب از این ماجراها دیس ترک میکشه بیرون. حالا نظر شما در این مورد چیه؟ فکر میکنید پوتک کی دیسترک پویان مختاری رو منتشر میکنه؟ و از اون طرف هم فکر میکنید شهاب مظفری میتونه خوب توی فیلم بازی بازی کنه یا نه؟ حتما نظرتون رو در قسمت کامنت برامون بنویسید و لایک و ساب یادتون نره. حتما چنل دومم ساب کنید که توش کلی ویدیوهای کاملا متفاوت با اینجا آپلود میکنم، پس یادتون نره بهش سر بزنید و عضو شید و زنگولرم بزنید. خلاصه اینم از ویدیوی امشب. اگه از ویدیو خوشتون اومد، لایک و بکوبید و سابسکرایب یادتون نره و نظر خودتون رو توی کامنت ها بنویسید که همه رو میخونم و تا جایی هم که بشه جواب میدم. پس تا ویدیوی بعدی، بدرود.